با درودی متوازانه به شما دوستان عزیز، برنامه دیگر از روانشناسی خودمانی رو با شما آغاز میکنم. و هفته گذشته تعداد بسیار زیادی، یعنی خودتونم اگر به فیسبوک مراجعه کنید بسیاری از کامنت ها رو اونجا میبینید، دوستان گله کرده بودند یا حداقل ابراز علاقه کرده بودند که دوست داشتن هفته گذشته وقتی که من از زندگی و تأثیر زندگی مادر در طول زندگیش صحبت کرده بودم با ما ارتباط داشته باشن، ارتباط تلفنی داشته باشن. و ما چون هفته گذشته تلفنمون وصل نبود، متاسفانه این وضعیت پیش نیومد، لذا من برنامه امروز رو برخلاف همیشه از همکنون تلفن‌های 530-379-2929 رو باز میذارم برای اینکه شما عزیزان از همکنون اگر مایلید بیایید اظهار نظر کنید و رو مباحثی که ما گفتگو کردیم اون روز نظریات رو با من در میون بذارید. نکته دیگری که بسیار اهمیت داشت، میخواستم فقدان و درگذشت استاد احسان یارشاطر رو به کلیه ایرانیان و فارسی زبانان تسلیت بگم، به دلیل اینکه او عمری برای دانشنامه ایرانی زحمت کشید، تلاش کرد و عمر پرباری رو داشت. این جمله از خود استاد یارشاطره که وطن من هر جایی است که من برای ایران کار میکنم و مؤثر واقع میشم. روان شاد، عمری طولانی و پر برکت داشت. نکته بعدی که باید خدمتتون بگم قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم این هست که من برای 3 هفته عازم انگلستان هستم و برای دوستانی که اونجا میخوان از سمینارهایی که معمولا انجمن روانشناسان ایرانی انگلستان برای پابلیک و به طور رایگان میذاره اطلاع پیدا بکنن، میتونن در طول مدت اقامت من در انگلستان با شماره تلفن دستی خود من که همراه من هست، تلفن من پاسپورت داره و در هر جای دنیا که باشم مثل همینجا در دسترس شما هست، تماس بگیرن و از برنامه هایی که خواهد بود، من برنامه هایی که برام قبلا تنظیم شده بود در بیمارستان سنت توماس، در برنامه های ضبط بی بی سی و یک کنفرانسی که انجمن روانشناسان ایرانی گذاشته بود، متاسفانه به علت کسالت و بیماری مادر 2 ماه پیش کنسل کردم و اون موقع فکر میکنم که کار درستی کردم، به دلیل اینکه مادر احتیاج داشت که در روزهای آخر زندگیش بچه هاش در کنارش باشن. منتها الان یک به دلیل خستگی زیادی که در طول این مدت تجربه کردم، 2 به دلیل احساس تعهدی که میکنم به برنامه هایی که به هم زدم، دوباره عازم انگلستان هستم و در اونجا همونطور که گفتم برای دوستانی که مایل باشن با من تماس بگیرن یا برای اطلاع از کنفرانسی که احتمالاً خانم دکتر نازی اکبری و گروه روانشناسان ایرانی مقیم لندن در اونجا ترتیب میدن، از همه اینا اطلاع پیدا کنن. تلفن همراه من 949-291-1567، 949-291-1567. من با واتساپ، ایمو و وایبر هم میتونید با من کانکشن برقرار بکنید. بنابراین ما با دوستان از هم اکنون رو شماره تلفن های 530-379-2929 میتونیم گفتگو کنیم. من پسی که فکر کردم امروز باهاتون در میون بذارم این هست که بسیاری از ایرانیایی که چه در داخل ایران چه در خارج ایران در اثر این نوسانات شدید دلار زندگی معمولیشون برهم ریخته،
بیش از هر چیزی دارن از اضطراب و افسردگی آسیب میبینند و خواستند که من یه مقداری در این زمینه صحبت بکنم. ببینید که اصولا چگون این افسردگی و اضطراب در برابر شرایط ناخواسته و پیش آمده زندگی رو چه باید باهاش بکنیم و چگونه میتونیم از این مسائلی که در کنترل ما نیست خودمون رو محافظت کنیم، خودمون رو کمتر آسیب بکنیم. به عبارت دیگه ما اینجا میگیم damage control، یعنی خسارت رو میزانش رو پایین تر بیاریم. خب مثلا یه عده‌ای مادر پدرهایی بودن که دوست داشتن بیان سالهای آخر عمرشون پیش فرزندانشون در اروپا و آمریکا باشن، اونجا مثلا یه پولی رو تو بانک گذاشته بودن، یه سودی میومد که اینجا هم دستشون جلو بچه‌هاشون دراز نباشه و الان یهو همه اینا به هم ریخته، یا کل پولشون از بین رفته، یا ارزش دلار اینقدر ترسناک تغییر کرده که هنوزم احتمالاً بالاتر خواهد رفت و این مسائل باعث شده که اینا ناگهان گرفتار یه پریشانی. شرودر یه مثال خیلی خوبی داره، میگه حوادث نخواسته و پیش آمده زندگی، حوادث ناگهانی به خصوص اگر آرامش زندگی عادی ما رو به هم میریزن، مثل مجسم کنید صف مورچه ها که با عادت و غریزه و تجربه دارن یه مسیری رو طی میکنن و این رخدادها مثل یه لیوان آبیه که ناگهان به وسط این صف مورچه میریزی و مورچه ها پریشان میشن و این سمت و اون سمت میدوند. خب بنابراین چیزی که اهمیت داره و شرودر بهش اشاره میکنه، میگه این اتفاق وقتی در زندگی انسان میفته، همون پریشانی و سرگردانی برای انسان هم اتفاق میفته. ولی اگر ما بیستیم و صبر کنیم، میبینیم بعد از مدتی که یا این آب تبخیر شد یا مورچه هایی که با این آب آسیب دیدن به اصطلاح عمرشون به پایان رسید، دوباره صف مورچه ها تشکیل میشه، یعنی دوباره اون روتین و ریتم بر میگرده. ولی این پروسه، این مرحله، این دوران بحران به راحتی همراه خودش همین پریشانی و همین سرگردانی و همین دلهوره و همین تشویش رو داره. حالا باید چه کرد؟ در این دوران گذر چه باید کرد؟ و عوامل یاری کننده یا عواملی که ما رو میتونن مدد بدن، یاری بدن، یاور ما باشن برای گذر از این دوره چیه و عوامل مخل چیه؟ اون چه که مسلمه، ما برای مدیریت بحران احتیاج به مغزی داریم که در بهترین سطح عملکرد خودش باشه. مغز انسان افسرده و مغز انسان مشوش در بهترین حالت کاربردی خودش نیست. بنابراین اولین مرحله برای ما اینه که به یاد بیاریم، آگاه باشیم، این بیداری رو در خودمون حفظ کنیم که بحران احتیاج به مدیریت داره، مدیریت احتیاج به مغز داره، مغزی که در بهترین وضعیت عملکردی و فانکشن خودشه. خب مغز گرفتار افسردگی و اضطراب در بهترین شرایط کاربردی خودش نیست، لذا ما اصل اولی که باید در نظر بگیریم اینه که از تصمیم گیری های بزرگ و تکانه‌ای وقتی که
گرفتار اضطراب و افسردگی هستیم خودداری کنیم. این شرط اوله. دو، از هر چیزی که به ما کمک میکنه که از افسردگی و اضطراب و تشویش رها بشیم کمک بگیریم. عواملی مثل، حالا از عوامل معمولی تر شروع میکنم، عواملی مثل ورزش، 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 کم کردن از آشامیدنی های محرک مثل چای و قهوه و مشروب، خودداری کردن از مصرف زیاد اونها. سوم، استفاده کردن از اومگا 3 و به اصطلاح اون ساپلیمنت میگن، ساپلیمنت، مکمل های به اصطلاح غذایی که مگنزیوم و پتاسیم، کپسول های مگنزیوم و پتاسیم رو میتونید با اومگا 3 یا فیش اویل استفاده کنید. اینا چیزایی هستن که از اضطراب و تشویش ما کم میکنند و ما رو آرامتر میکنند. حالا چرا آرامتر؟ گفتیم مغز در حالت تشویش و اضطراب میانبر میزنه و از بهترین قسمت مغز که مغز مدیر و مدبر ما هست، مغز پیشانی، استفاده کمتر میکنه. لذا ورزش اولین اصلیه. اون وقت حالا موقعی که این صحبت رو میکنیم، بعضی ها میگن اصلا فرنودی آدم وقتی افسردگی داره اصلا حال ورزش نداره. اینجاست که شما باید خودتون رو فورس کنی. یا یکی از بهترین کسا در این موارد دوستی هست که بیاد و با شما به پیاده روی بره، به ورزش بره، شما رو شنا ببره، کسی باشه که تشخیص بده شما باید از افسردگی و اضطراب و تشویش بیرون بیاید. ورزش و این ساپلیمنت هایی که گفتم، مگنزیوم، پتاسیم و اومگا 3، اینا از راه های عادی. بعد صحبت کردن با دوستانی که یک موجودات عاقل‌تر، آرام‌تر و واقع‌بینانه‌تر هستند. دوم، ما رو هیچ وقت به خاطر اشتباهاتی که در گذشته کردیم ملامت نمی‌کنن و سرکوب نمی‌کنن یا سرکوفت بهمون نمیزنن. معاشرت با اینها و گرفتن ماساژ، که شاید تعجب کنید چقدر رو درمان اضطراب اثر داره، گرفتن ماساژ و تمرین های مایندفولنس پرکتیس. یه اپی هست که رو تلفنتون اگر بیارین، هد اسپیس، یه لوگوش هم یه گلوله نارنجی رنگیه، 10 تا تمرینش هم مجانیه. بعدش هم اگر دلتون بخواد برای یه سال یه پول خیلی کمی از شما میگیرن، در روز 2 بار 3 بار میتونین. من از بعد از فقدان، از دست دادن مادر، از این اپ در روز 2 دفعه استفاده میکنم، چون مایندفولنس در واقع این کارو میکنه که ما رو به مرکز و مخزن فیلینگای خودمون و تأثیری که اون احساسات رو بدن ما دارن میذارن به همون آگاه بودی میده و این آگاه بودی سبب میشه که مغز ما از پریشانی، همون پریشانی که به صف مورچه ها حمله شده، از اون پریشانی بیرون میاد و مغزی که آرامش داره به اندازه بنیه خودش بهترین تصمیم گیری ها رو میتونه بکنه. بنابراین مدیتیشن، به خصوص مایندفولنس، ماساژ، ورزش، ورزشی که ما عرقمون رو در بیاره، و اون ساپلیمنت هایی که ازش ذکر کردم، اینا روش های غیر بستر، روش هایی که به قول معروف نسخه نمیخواد، مثل قرص آسپرینه که سردرد آدم داره دیگه برمیداره میخوره، حالا حتما نمیره پیش دکتر. مدل دومی که ارائه میدم مدلیه که افسردگی ها و اضطراب های جدیتر
رو باید باهاش درمان کرد. یه مثلث درمانی هست برای برون رفت از اضطراب و افسردگی که آدم رو مستأصل میکنه. ضلع پایینیش دارو درمانیه، داروهای SSRI. به محض اینکه ما با جمعیت ایرانی حرف دارو میزنن میگین نه دکتر فهمیدی من نمیخوام معتاد شم. واقعیت اینه داروهای SSRI مثل پکسل، مثل زولافت، مثل پروزک، مثل فلاکستین، مثل سلکسا، مثل رمران، مثل پریستیک، حالا بقیهش یادم، ویل بیوترین، اینا اعتیادآور نیستند. علتش اینه که اینا تالورنس یا مقاومت در بدن به وجود نمیان برای اینکه این مصرفش بالاتر و بالاتر و بالاتر بره. اینا نیستند، اینا همه سرتونین ریسپتورا رو فعال میکنن و معمولاًم یک ماه طول میکشه تازه اثر خودشون رو بگذارن. اگر میرید دکتر و از اینا بهتون میدن 5 روز میخورید میگی نه حالم بد شد، شبا خوابم نمیبرد یا زیادی میخوابیدم، نذارید کنار، با دکترتون تماس بگیرید. او تو همین خانواده چیز دیگه ای رو رکومند میکنه یا ساعت مصرفتون رو براتون عوض میکنه. بعد منتها این مال قسمت افسردگی. معمولا وقتی از افسردگی و اضطراب شدید در رنج هستید، طبیب حاذق، متخصص حاذق، در این حال که این ترکیبات SSRI به شما میده، برای یه مدت کوتاهی هم به شما ترکیباتی رو میده که بنزودیازپین پایشون هست، مثل زنکس، مثل اتیوان، مثل والیوم، از اینا میده و اینا متاسفانه اعتیادآوره. به همین دلیله که اینا حسنشون اینه که فوری اثر میذاره، خوابی که شما نمیرین بهتون میده، بیقراری که میخواین مثل گربه تو قفس خودتون رو این درون در بزنین، به دیوار زندگی بکوبین، اونو آروم میکنه. اشکالش اینه که اعتیادآوره، چون امروز شما 2 میل میخورین، 3 ماه دیگه باید 4 میل بخورین، 8 ماه دیگه باید 8 میل بخورین. بنابراین هی بدن شما نسبت بهش مقاومت به وجود میاره و شما متکیتر و متکیتر میشین. به همین دلیله که طبیب حاذق به شما میگه انقدر بهت از این قرصا میدم که تا یه ماهی که اثر اون یکی قرص واقعی معلوم شه، از این وقتی که خیلی کلافه‌ای استفاده کنی، ولی بعدش نمیدم. متاسفانه در ایران داروخانه‌ها، این اتفاق برای پسر من افتاد و چقدر ما شانس آوردیم که او زنده است، به دلیل اینکه پسرم وقتی رفت ایران و آپارتمانی که پدرش در اونجا به اصطلاح روز آخر عمرش رو گذرونده بود دید و در اونجا رو باز کرد، گرفتار اضطراب شدید شد و گرفتار به اصطلاح، یعنی تازه ابهت سوگواری، اون هم در تنهایی با تصاویر خانوادگیمون که به در و دیوار آپارتمان پدرش بود، در او یک نروس بریکدانی به وجود آورد و او متاسفانه رفت داروخانه و خب چون دلارم تو دستش بود دلار داد و بهش انقدر زنکس دادن، حالا برای اضطرابش. بعد داروخانه ای هم بهش گفته بودش که اینو بخور انقدر که خوابت ببره آروم بشی و اینا، که مشکل بسیار بزرگی برای او به وجود آوردن تا به آمریکا برگشت. و خب بله، آدم وقتی اضطراب داره اینو میخوره آروم میخوابه، دنیا رو آب ببره، آدم رو خواب میبره، ولی اتکا به وجود میاره. بنابراین زنکس قرص خوبی هست اگر شما، یا همه بنزودیازپینا، اتیوان، کلونوزپام، نمیدونم لورازپام، همه اینا خوبن زیر نظر پزشک برای مدت موقت استفاده بشه تا اون داروی اصلی که SSRI هست
کاری که باید بکنه که به اصطلاح میزان نورادرنالین رو در مغز پایین بیاره و سرتونین رو میزانش رو بالا ببره که نوروترانسمیتر آرامش و عقل آفرینیه، این اتفاق تا بیفته از اون آرامش بخش به مدت بسیار موقت استفاده کن. بنابراین ضلع پایش دارو درمانیه، ضلع دومش روان درمانیه که یه متد بسیار مؤثری هم وجود داره، کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی، که زمانش هم معمولا بین 12 تا 16 هفته است. و ضلع سوم درمان همون ورزش و رژیم غذایی مناسبه. برای شخص افسرده و مضطرب الکل سمه، قهوه مطلقا خوب نیست، ماست و چیزایی که لکتیت دارن خوبه، چای گل بابونه خوبه، لوندر خودش و روغنش خوبه، یا استقدوس. این ضلع سومش دیگه میره رو چیزای طبیعی، ورزش ورزش ورزش، به خصوص شنا و دویدن بسیار بسیار مهمه. من فکر میکنم جوامعی که ثبات داره، انسان روی زندگی خودش کنترل داره، انسانی که رو زندگیش کنترل داره برنامه ریزی میکنه و برنامه رو دنبال میکنه، در نتیجه هیچ وقت گرفتار شوک و گرفتار تکانه‌ای که به اصطلاح برنامه زندگیش رو آنچنان به هم بریزه که دچار گیجی و سردرگمی بشه نداره. به همین دلیل در جوامعی که ثبات وجود نداره، در جوامعی که انسان رو زندگی خودش کنترل نداره، در جوامعی که برنامه ریزی انسان برای زندگی هر لحظه میتونه با حوادث و رخدادهای مختلف، این بیاد اون بره، نمیدونم یهو سرمایش یک پنجم بشه و غیره، در این جوامع افسردگی و اضطراب بسیار شدیدتره و بالاتره. من در تمام این روزهایی که گرفتار به اصطلاح بیماری و دشواری های روزهای آخر زندگی مادر بودم، باور نمی کنید که گاهی شوک می شدم که با اون صدای نحیف و ضعیفش مادر می گفت از ایران چه خبر مادر. بعد یه خورده که بهش توضیح می دادم چشماشو می بست، می گفت که بمیرم واسه مردمی که فردای خودشون نمیدونن چیه، از فردای خودشون خبر ندارن. این واقعا، این که آدم از فردای خودش اهمیت اطلاع آگاهی نداشته باشه، خبر نداشته باشه، خیلی حال هولناکیه. ما توی روانشناسی میگیم حوادث هولناک زندگی مثل PTSD زندگی رو دگرگون میکنه، روان ما رو دگرگون میکنه، نه فقط زندگی رو دگرگون میکنه. بعد از همه، به قول چیز بین خودمون، ما فقط یک مغز داریم و جهانی که ما با این مغز سعی میکنیم بشناسیمش، سعی میکنیم باهاش سازگاری کنیم، سعی میکنیم که توش آرامش داشته باشیم، سعی میکنیم ازش لذت ببریم، سعی میکنیم از دردهاش بگریزیم. بنابراین در یک همچین شرایط و بحرانی وقتی ما قرار میگیریم، این مغز توان خودش رو از دست میده، احوال دل ما به هم میریزه. ذهنیت ما گرفتار توهم و پریشیدگی میشه، استرسمون بالا میره، استرس هورمون خودش رو تولید میکنه، کورتیزول هورمون استرسه. این همون هورمونیه که وقتی شما یه حیوان رو
استرس آوت کنین، چیزشو بکشین، به اصطلاح میزان کورتیزول بدنشو جدا کنین، دو قطرهشو تو یه لیوان آب بریزین، یه استخون مرغ بذارین، تا صبح آب میشه استخون مرغ. شما فکر کنید استخون محکمترین از بعد ما فکر کنید که مثلا قلب داریم، نمیدونم ریه داریم، معده داریم، پنکراس داریم، نمیدونم تحال داریم، کلیه داریم و تمام اینا بیماری های سایکوسوماتیک چرا بعد از استرس ها همه فعال میشن، همه به اصطلاح ظاهر میشن؟ ما یه اتفاقی ناگواری تو زندگیمون میفته، بعد میبینیم سرمون، گلومون، معدمون، دلمون، نمیدونم پشت سرمون، همه اینا شروع میکنه به درد گرفتن. بنابراین ذهنیت ما رو جسم ما تأثیر میگذاره و خب این حوادث حوادث کوچکی نیست. گرانی محصولات روزمره حادثه کوچکی نیست. به هر حال برگردم به این مسئله‌ای که داشتیم گفتگوش رو می‌کردیم، که برون رفته از اول گفتیم حوادث غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه زندگی می‌تواند ما رو از شرایط عادی زندگی به شرایط بحران بکشونه. بحران خودش رو در افسردگی و اضطراب میتونه نشون بده. گفتیم شخص افسرده و مضطرب قادر نیست از بهترین پتانسیال مغزش استفاده کنه در تصمیم گیری ها، و وقتی که از بهترین بخش مغزش در تصمیم گیری ها استفاده نمی کنه، تصمیم نگرفتن انتخاب اصلحه، انتخاب بهتری هست. تا وقتی که آدم از افسردگی و اضطراب بتونه خودش رو بیرون بیاره، اشاره کردیم دو مدل برای افسردگی و اضطراب وجود داره، برای خروج از افسردگی و اضطراب وجود داره. یک مدل غیر مدیکال و بیشتر طبیعی که اشاره کردیم ورزش بخشش بود، رژیم غذایی و استفاده از بعضی از مکمل ها مثل مگنزیوم، پتاسیم و روغن ماهی و روغن لوندر یا چای کمیمیل و غیره، و بعد سوم معاشرت های دلپذیر و دلپسند، آدم هایی که ساپورتیف هستند، آدم هایی که منفی نیستند و آدم هایی که بیشتر به نیمه پر زندگی فکر میکنند. این مدل غیر مدیکالش بود. مدل مدیکالش هم گفتیم مدیکیشن یا دارو. داروها رو دو دسته کردیم، داروهایی که استثارای هستن و اعتیاد و وابستگی به وجود نمیاد توشون ولی زمان میبره تا مؤثر واقع بشن، داروهایی که بلافاصله اثر میکنن به خصوص رو اضطراب ولی اعتیادآور میتونن باشن، اینو به طور موقت زیر نظر پزشک باید استفاده کرد. فاجعه است که داروخانه های ایران در برابر پول این قرصا رو در اختیار جوانان میگذارن. بعد ضلع بعدی گفتم کاگنیتیو تراپی، روانشناسی شناخت درمانی که بین 12 تا 16 جلسه کسی که دوره دیده تخصص داره میتونه، و ضلع سومش دوباره گفتم ورزش و رژیم غذایی به اصطلاح مؤثر.